اینجا میدان تقسیم در مرکز استانبول است. 4 هفته پیش اینجا صحنه تظاهراتی بزرگ بود علیه برنامه‌های دولت اردوغان جهت تبدیل یک پارک کوچک به نام گزی به یک مرکز خرید. تظاهرات ابتدا حالتی مسالمت‌آمیز داشت، اما رفته رفته رنگ خشونت به خودش گرفت. در پایان چند نفر کشته، عده زیادی مجروح شدند و عده‌ای هم هنوز در بازداشت به سر می‌برند. بیش از یک ماه پیش کمتر کسی فکر میکرد که سرنوشت یک پارک 50,000 متر مربعی در محله تقسیم استانبول به صورت محملی برای مخالفت‌های گسترده با دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درآید. ابتدا معترضین تصور میکردند که دولت قصد تبدیل پارک گزی را به یک مرکز خرید دارد، اما پس از شدت گرفتن تظاهرات دولت اعلام کرد که قصدش نه یک مرکز خرید بلکه بازسازی ساختمانی نظامی است که در دوران عثمانی در همین محل وجود داشت، اما این بار میخواهد آن را به شکل یک موزه با حفظ بخشی از فضای سبز بنا کند. تظاهراتی که علیه این طرح در میدان تقسیم برگزار شد ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما با توسل پلیس به زور برای بیرون راندن چادرنشینان در داخل پارک هزاران نفر دیگر را به طرفداری از معترضین به این محل کشاند. هرچند تظاهرات فعلا تمام شده و میدان تقسیم حالت عادی خود را بازیافته، ولی نگرانی دولت ترکیه نسبت به بروز مجدد اعتراضات کاملا برطرف نشده است. در یک روز گرم تابستون مثل امروز وجود فضای سبزی مثل پارک گزی بدون شک ضروری هستش، اما همونطور که میبینیم ماموران امنیتی و لباس شخصی ها پارک رو عرق کردن و روی صندلی های پارک به جای مردم عادی اونها نشستن و حضور پررنگی در محل دارن. صندوق دموکراسی وار ترکیه ده. ما در اینجا دموکراسی داریم. اگر دولت را دوست ندارید در انتخابات به آن رأی ندهید. ولی این دولت محبوب است و تا 50 سال دیگر نیز بر مسند قدرت باقی خواهد ماند. دموکراتیک می‌داورمش دیگر. دولت ترکیه دموکراتیک نیست و تنها به فکر کسانی هست که به آن رأی می‌دهند. این دولت فاشیست است. کی پلیس به مردمش حمله می‌کند؟ عوض برخورد ملت هم زیاد درست نبودش. برخوردی که ملت اینجا انجام دادن خودتون میبینید، الان هیچ توریست اینجا نمیبینید، وضعیت اقتصادیشون یکم نابسامان شده و ارزش پولشون افتاده، و با این همه برای اینکه بیشتر از این جلوگیری بشه من به نظرم واکنشی که دولت ترکیه داشته درست بوده و منطقی بوده. هرچند آرامش به استانبول و دیگر شهرهای ترکیه برگشته، اما پارک گزی هنوز ورودش برای مردم ممنوع هستش و همونطور که میبینید پلیس در محل حضور داره. دولت اردوغان برای قشنگتر کردن این پارک 152 هزار عدد گل و چندین درخت تنومند در این پارک کاشته. به هر صورت پرونده این پارک به دادگاه ارجاع شده. دادگاه تصمیم خواهد گرفت در یک روند زمانبر که چگونه با این پارک باید برخورد بشه. اگر دولت اردوغان در پرونده دادگاه پیروز بشه، این مسئله به رفراندوم عمومی گذاشته خواهد شد تا مردم ترکیه نهایتاً در مورد اون تصمیم بگیرند. ولی اگر دادگاه به نفع حامیان پارک رأی بده، مسئله به همانجا ختم خواهد شد. بیژن فرهودی، صدای آمریکا، استانبول.